سرخط مهمترین خبرها، بانک اسلامی رشد برای راغون 550 میلیون دلار میدهد. حادثه ناخوش در جلال آباد، 29 کودک زیر چرخ ماشین پورتر ماندند و ترکیه همه رابطه های تجاریش را با اسرائیل قطع کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 3 می سال 2024 است. بانک اسلامی رشد برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 550 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. در این باره وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان خبر داده است. به قول منبع، قرار شورای دیرکتوران بانک اسلامی رشد 27 اپریل امسال قبول شده است. منبع میگوید 150 میلیون دلار از حساب خودی بانک و باقی مانده 400 میلیون دلار از حساب فاندهای رشد عرب برای راغون جدا کرده می شود، اما شرط و شرایطی دادن این مبلغ به تاجیکستان معلوم نیست. ماه اپریل تاجیکستان از بانک جهانی هم درخواست کرده بود تا در ساختمان نیروگاه راغون سرمایه گذاری کند. تا این وقت دو چرخه یا اگریگات نیروگاه به کار درآمده، ولی تاجیکستان برای ادامه ساختمان آن به سرمایه بزرگ احتیاج دارد. سال 2017 حکومت برای ساختمان راغون 500 میلیون دلار یوروبان را فروخت که بعداً کارشناسان فایض آن را بلند گفتند. تاجیکستان حالا نیروگاه راغون را اساساً از حساب مبلغ‌های بودجه می‌سازد. مقامات و هم کارشناسان می‌گویند انجام پره چنین طرح بزرگ تنها از حساب مبلغ‌های بودجه مشکل است. یک ماشین پورتر در ولایت جلال آباد قرقیزستان 29 کودک را پخش کرده است. حادثه دویمی مای زمانی رخ داد که خوانندگان در جمع آمده در پایان کوه شعرخوانی میکردند. در نوار حادثه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده میشود که ماشین پورتر از بلندی یک بار به حرکت درآمده کودکان را پخش میکند. مقامات گفتند راننده در داخل ماشین نبود و معلوم نیست که چرا پورتر به حرکت درآمده است. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت از 29 کودکی که در حادثه مجروح شدند، 7 نفرشان در شعبه احیا هستند. احوال 3 نفر آنها وزنین گفته می شود. پزشکان وضع 8 کودک دیگر را وزنین میانه گفتند. با 11 کودک دیگر در جای حادثه کمک طبی رسانده آنها را برای ادامه تعابد و بیمارخانه فرستادند. زخمیان از 9 تا 16 ساله بودند. مقامات قرقیزستان گفتند حادثه را تحقیق دارند. صاحب ماشین پورتر یک مرد 48 ساله بود است که نقلات را به نظارت گذاشته است. نام سفیر نو بریتانیا در تاجیکستان اعلان شد. سامانه حکومت بریتانیا دویم می نویش کاترین ایلن سمیتان جایگزین تیم جانز در دوشنبه می شود. خانم کاترین سمیتان کارش را در مقام سفیر بریتانیا در دوشنبه از ماه اکتبر امسال شروع می کند. او قبلا در نمایندگی های دیپلماتیک بریتانیا در پاکستان، کاتماندو و الجزایر کار کرده است. تعیین سفیر نو در تاجیکستان بعد یک هفته سفر وزیر کارهای خارجه بریتانیا به دوشنبه صورت می گیرد. دیوید کمرون 22 اپریل با رئیس جمهور امامعلی رحمان و دیگر مقامات بلندپایه تاجیکستان ملاقات کرده، همچنین به نیروگاه نارک رفت. امروز 3 می روز جهانی آزادی بیان است. در این روز در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان مسئله آزادی بیان، کاری رسانه‌ها و فشار به خبرنگاران بررسی می شود. در نظر است که امروز در دوشنبه هم به این مناسبت یک چاره‌بینی برگزار شود. اما مردم در تاجیکستان آزادی بیان را چگونه می فهمند؟ آیا در کشور آزادی بیان تأمین است؟ همین سوال‌ها را همکارم فرزان محمدی از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید. مفهوم شما چکل شهر میدهد؟ یعنی آزادی بیان معرفش شما چی هست؟ کم مردم آزاد میگردد زر کچه ها به آزادی اینه بینه چکل بودو چکل بود چند سال پیش چکل بودو آن آزاد چکل کاریانه مردم ما آزادی مرحمت من گرد چکل که میگردی چی هست آزادی بیان؟ یعنی که در تمام مردم جمهوری تاجیکستان و نه تنها مردمان جمهوری تاجیکستان بلکه تمام آدمان و آن انسان هایی که نگفته های خود را در دل می پرورند آنها می توانند آنها را به توسط شبکه های اجتماعی و آن برنامه هایی که ما دیده می بینیم در تلویزیون ها و در شبکه های اجتماعی آنها می توانند فکر خود را آزادانه بیان کنند. آن چیزی که آنها به چشم خود می بینند آنها را از آنها سوال پرسیده می شود و آن سوال هایی که پرسیده می شود در منبر آنها با گفتار آزاد سخنرانی می کنند. راستی هیچی گفته نمی تواند چون که برای این سیاسی هست هیچی گفته نمی تواند. مثلا احساس می کنید که هست یا نیست؟ ها
همه وقت آزاد هستیم، شکرانه تاجیکستان میکنیم، شکرانه پیشوای معظم ملت میکنیم که آزاد هستیم، شبانه روزانه آزاد فکرمون آزاد خود رو کرده میتونیم، بیان کرده میتونیم با یار و دوستان. شکرانه خدای تعالی میکنیم و شکرانه آبادی و آزادی تاجیکستان عزیز میکنیم. نه تنها یک روز است، همه وقت ما این روز رو داریم، شکرانه میکنیم. خیلی که ما کمتر ما بیشتر نمیگردیم و چور هم ندیدیم، مقصد که ما همه فهمیم که همین دولت تنج باشه آزادی همش میشه. خیلی آزادی بیان همین که هر شهروند میخواد فکر عقیده شد در باره همه فعالیتی حکومت، فعالیتی حکومت داران در جای ها آزادانه بیان برامد کند چی کمبودی است، چی موفقیت است. از موفقیت ها خرسند میشیم، از کمبودی ها باید اصلاح شوند. این است بفهم چی من از کسکرو تاجیکستان چه خراشو с одной стороны, а с другой не очень. То, что у нас что бы ни творилось, у нас все танцуют, все поют. У нас очень весело, у нас все хорошо, прекрасно. В других странах почему-то получаются какие-то неприятные ситуации, говорят там то-то-то. А у нас ничего нет, у нас все нормально, все прекрасно. Ну дай Бог, слава Богу, что так вот. У нас есть Таджикистан, меня полностью устраивает как русского человека, несмотря на то, что я гражданин Таджикистана, да? И даже пенсионер, получаю слишком маленькую пенсию, 170 сомонов, не имею собственного жилья, но благодаря, что я стараюсь работать, я как-то живу. Но самое главное – мир и отношение людей, что никто на меня не нападает, что я хожу, мирно небо, что все строят, все радуется. Это мне устраивается, а здесь я всегда при таком образе жизни, я всегда найду себе и кусок хлеба, и крышу под головой, а далеко я лезть не буду. Но некоторые вещи есть, которые мне не нравятся, но я лучше про них промолчу. بینندگان عزیز، شما در این موضوع چی نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که گرفتن پتن در بعض شهرهای بزرگ از جمله سن پترزبورگ مشکل شده است. در نوارهایی که مهاجران دویم می به ردای آزادی فرستادند، ازدحام بزرگی مردم دیده می شوند. مؤلف نوار میگوید همه اینها در نوبت گرفتن پتن یا اجازتنامه کار هستند. با گفته مهاجران، درخواست برخی آنها برای گرفتن پتن به سبب معین رد کرده می شود. روز 3 اپریل گروهی از مهاجران به رادیوی آزادی گفتند در 10 روز اخیر به بیش از 500 شهروند تاجیکستان پتن ندادند. مهاجران تاجیک می گویند مقامات روس به هیچ دلیل درخواستشان را برای گرفتن پتن رد می کنند یا مهلت برای مراجعه برای پتن را با ماه عقب می گذارند. بینندگان عزیز، اگر شما هم در روسیه هستید، لطفاً نویسید که وضعیت در دیگر شهرهای این کشور چگونه است. برمیگردیم به تاجیکستان. مردم تاجیکستان خبرها را اساساً از کدام رسانه ها میخوانند، تماشا میکنند یا گوش میدهند؟ روز 2 می در شهر دوشنبه نتیجه یک تحقیقات اعلام شد که به این سوال ها تا جای پاسخ میدهند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر اسحاق در معرفی نتیجه های پژوهش شرکت کرده این گزارش را آماده کردند. یک تحقیقات در تاجیکستان معلوم کرده است که تعداد رسانه های چاپی در تاجیکستان بیش از 50% کم شده، میزان محبوبیت آنها در میان مردم کاهش یافته است. بر اساس نتیجه های تحقیقات افضلیت های رسانه ای اهالی تاجیکستان، شماره مطبوعات خصوصی 166% کم شده، تعداد آنها از 264 در سال 2021 به 63 نامگوی در سال 2024 کاهش یافته است. برخلاف رسانه های سنتی کسبی، مخاطبان شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در تاجیکستان زیادتر شدند. خود یادتون باشد 10 سال پیش در سوسیولوژی مطبوعات تاجیک می گفتند که ما 400 چند گزیت داشتیم. حاضر شماره گزیت ها 186 با فرمادگی. از وای اگر پیشتر زیادتر این واوی خصوصی باشد، از نبینید که واوی خصوصی همونگی 63 دونه
ва ҳуқуқи давлати 123 қариб ки ҳамон шумораш ҳамон монд. Агар ба маҷалаҳо гузарем, 138 буд. Инам тахминан 300 та буд. 200 қариб ки 300 та буд. Ҳозир бин ки ва ҳуқуқи маҷалаҳоям ба 138 фурмад. Инҷам хусусиро гирет, агар мана 23 дона халос, 23 наименавани халос. سازمانی مشورت رسانه‌ای این تحقیقات را در همدستی با وزارت فرهنگ تاجیکستان انجام داده است. طبق آن، عامل‌های کاهش تعداد رسانه‌های چاپی، رشد اینترنت، عمدتاً مشکلات مالی، مشکل کادری، کم شدن رکلام، کاهش نقطه‌های فروش، محیط تاب و نشر و یکرنگ شدن مطلب‌های نشریه‌ها و بی رقابت ماندن بازار بوده است. این در حالی است که بر اساس رده‌بندی‌های سازمان‌های جهانی، یک عامل اصلی کاهش رسانه‌ها در تاجیکستان سرکوب آزادی بیان و رسانه ها در چند سال اخیر بوده است، اما در تحقیقات به این اشاره نشده است. من فکر میکنم که این یک روند طبیعی است که اودیتوریای وسایل اخباری عامه به اینترنت رو میورد. این روند در همه جهان هست احساس میشد، ولی در تاجیکستان همین روند یک نوع به تیزی ما خود که مثل که نشریه های چاپیه به تیزی گور کردوسیم به یک معنی، ولی من باور دارم که این یک مرحله میگذرد، یک مرحله پشت سر میشد، ولی وقتی خودی همین انسان هایی که در اینترنت هستند آهسته آهسته به مواد چاپی باز روز رو میارند. در این تحقیقات که بیشتر میزان استفاده و محبوبیت رسانه ها در میان اهالی تاجیکستان بررسی کرده است، گفته می شود که توجه اهالی به تلویزیون، رادیو و مطبوعات خیلی کم شده است. توجه مردم تاجیکستان به تلویزیون، رادیو و مطبوعات 10% کاهش یافته، اما سوی دیگر این تحقیقات تلویزیون را منبع اساسی گرفتن خبرها تا 60-65%، شبکه‌های اجتماعی را 31-36% و رادیو را با میزان 35% در جای دوم و سوم قرار داده است. ترکیه همه رابطه‌های تجارتیش را با اسرائیل قطع کرده است. در این باره بنگاه بلومبرگ با تکیه به دو منصبدار در دولت ترکیه خبر داده است. خبری رسمی در این باره نشر نشده است و هم معلوم نیست که تجارت انقره و تل اویو با چه شرط‌های از سر گرفته می‌شود. طبق آمار رسمی ترکیه، این کشور سال 2023 با اسرائیل در حجم 6.8 میلیارد دلار دادو گرفت داشت. از این 76% صادرات محصولات از ترکیه به اسرائیل می‌باشد. اسرائیل کاس، وزیر کارهای خارجه اسرائیل، در شبکه ایکس نوشته است قرارداد حکومت ترکیه منفعت های خلق ترک و تجارت را پایمال میکند. هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت کشورش رابطه تجارتی را با اسرائیل افزایش نمیدهد. اردوغان اسرائیل را به قتل زیاد از 35,000 و زخمی کردن 75,000 فلسطینی در نوار غزه گناهکار کرد. تل اویو میگه در حمله حماس به خاک این کشور نیز صدها شهروند کشور کشته و زخمی شدند. جنگ در نوار غزه قریب 7 ماه است که ادامه دارد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 3 می را فرا می گیرد. سیوم می روز آزادی مطبوعات است. در تاجیکستان سالهای اخیر نگرانی ها از فشار بالای مطبوعات و محدود شدن آزادی بیان زیاد صدا می دهد. محدودیت در دسترسی به اطلاع و فشار بالای مطبوعات و ژورنالیستان مستقل برای آنکه مسائل داغی جامعه را مطرح می کنند از مشکلات اصلی سالهای اخیر شده است. نشریه های مستقل اعتراف می کنند که در چنین فضا مجبور می شوند به سنزور مطلب های خود رو بیارند. 3 می سال 2016 در دوشنبه مرافع دادگاهی حقوق شناسان مستقل بزرگ مهر یورف و نوریدین محکموف شروع شد که بعد 2 سال مرافعه ها به 28 و 21 سال زندان محکوم شدند. نزدیکان و طرفداران یورف می گویند حقوق شناسی معروف برای اظهار آمادگیش در حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی در تیر ماه سال 2015 به جوابگری کشیده شد. نه یورف و نه محکموف هیچگاه عیب نامه را زید خود اعتراف نکرده، گفتند که پرونده آنها انگیزه های سیاسی دارد. بزرگ مهر یورف سال 2020 برنده جایزه حقوق بشری ها ماهامینی شد. 3 می زادروز یکی از هنرمندان معروف تاجیک، عضو دسته رقصی زیبا سیده فیضالیوه است. سیده فیضالیوه از زمان تاسیس دسته در سال 1978 به حیث رقصنده اساسی کار کرده، چون معروف ترین سیمای این انسامبل رقصهای ملی نام برآورد.
صبح امروز در بانکه تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1088 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. شما همیشه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا روز دوشنبه، خدا نگهدارتان.